کمیته روابط خارجی سنا روز سه‌شنبه برای بررسی بودجه درخواستی وزارت خارجه آمریکا با آنتونی بلینکن وزیر خارجه تشکیل جلسه داد. همکارم شهلا آراسه در حاشیه این جلسه با چند سناتور عضو این کمیته در ارتباط با مرگ ابراهیم رئیسی و تأثیرات احتمالی آن در ارتباط با ایران و مسائل منطقه‌ای گفتگوهای انجام داده که گزارش آن را می‌بینیم. Indeed, your foreign policy. سناتور جمهوری خواه تد کروز از مخالفان سخت حکومت جمهوری اسلامی در جلسه کمیته سنا وزیر خارجه آمریکا را در قبال سیاست‌های رئیس جمهوری آمریکا مورد پرسش‌های فشرده و انتقادآمیز قرار داد و در پاسخ صدای آمریکا در مورد مرگ رئیسی در همین راستا چنین گفت. Unfortunately, the Biden administration has systematically shown weakness to our enemies. متاسفانه دولت بایدن به طور سیستماتیک در مقابل دشمنان ما ضعف نشون داده و در مورد ایران هم جو بایدن و دولتش بزرگترین حامی حکومت دیکتاتوری ایران در سراسر جهان بودند. این یک سیاست تأسف‌باره که به مردم ایران صدمه زده. تد کروز همچنین ارسال هر گونه پیام تسلیت به خاطر مرگ رئیسی را شرم‌آور خواند. تسلیت به نظرم شرم‌آور بود. رئیسی قصاب بود و دنیا بدون اون جای بهتری خواهد بود. تیم کین سناتور دموکرات به صدای آمریکا در پاسخ به سؤالی در مورد تأثیر مرگ رئیسی بر بحث‌های میان آمریکا و اسرائیل و عربستان سعودی آن را بی اهمیت دانست. فکر نمی کنم این موضوع تأثیر قابل توجهی بر مباحث میان آمریکا و اسرائیل و یا در مورد عادی سازی روابط اسرائیل و عربستان سعودی در مورد آینده فلسطینی ها داشته باشد. اما این یک پیش بینی است و باید دید رهبر آینده و جانشین او چه کسی خواهد بود. در پاسخ به سوال دیگری در مورد نبود رئیسی و آینده مذاکرات اتمی گفت باید منتظر آینده بود و در ادامه به اشتباه بودن خروج از برجام اشاره کرد. هنوز خیلی زود است که بگویم. موضع من این است که آمریکا اشتباه بزرگی مرتکب شد که برجام را پاره کرد و ایران خصمانه‌تر و خطرناک‌تر شده. زمانی که دیپلماسی داشتیم، چین و روسیه و همه کشورها از آن حمایت کردند و ایران تعهد واضحی داشت که هرگز دنبال خریدهای هسته‌ای نیست و سپس به جای عقب نشینی روی رفتارهای خطرناک و بد ایران کار می‌کردیم. درباره مذاکرات هسته‌ای آمریکا و جمهوری اسلامی تد کروز هم طی جلسه سه‌شنبه با وزیر خارجه آمریکا وارد بحث تندی شد. این دولت به شدت خواهان یک معامله جدید با ایران است. ما شاهد بودیم که فروش نفت ایران از روزی که شما و دولت بایدن به قدرت رسیدید از 300 هزار بشکه در روز به 2 میلیون بشکه رسیده. این دولت شما و پرزیدنت بایدن حمله 7 اکتبر را با سرازیر کردن 100 میلیارد دلار به جیب رژیم نسل کش و جنایتکار تهران که بودجه آن حملات را تامین می‌کند تسهیل کردید. وزیر خارجه آمریکا قویان صحبت‌های سناتور جمهوری خواه را رد کرد و گفت دولت بایدن با اعمال تحریم‌های متعدد برای مقابله با رفتار جمهوری اسلامی اقدام کرده است. شهلا راسته، صدای آمریکا، واشنگتن.